برای همین بردنش فاکس. برای چی؟ برای اینکه میخواستن طرفدارای ترامپ بگن آه شاهزاده ضد جمهوری اسلامی، جمهوری سپاه و تروریستی میدونه و عاشق اسرائیله. یعنی اون دختره که اینو ورداشت برد اونجا خبر نداشت ممکنه، ولی تیم اون پشت خبر داشتن که قراره که حماس یه موشکی بزنه اسرائیل و این بترکه، 20 موشک بزنه بترکه، و بعد بایدن و تیمش میان میگن که حمله نظامی به ایران تو این گیرودار این بزغاله رو پروموت کنه. بس همه با هم توی زنجیروار انجام دادن. مشکلشون که تو آمریکایی‌های دموکرات که نمیتونن این کارو بکنن، میخوام به طرفدارای ترامپ بفهمونم. پس معلومه که اینو گذاشتن یه جایگزین، مثلا موقعی که فرش کرده بود اینو جایگزین سیستم ها گذاشته بودن. رضا پهلوی که سلیمانی رو وقتی ترامپ کش تسلیت میگفت به جمهوری اسلامی، یک بار ترامپ دفاع نکرد، حالا یهو میگه سپاه و تروریستی. پس شما یه ساعتی باید ببینید هر آن کسی که به ترامپ نزدیک میشه باید خوار مادرش سرویس کنه. چرا؟ چون این تفکرات CIA و MI6 یعنی این دوتا دست در دست هم فلشگر رو تولید کردن که شبیه ما باشه. یعنی اینها میخوان جایگزین کنن. نگاهشون اینه، میگن اوکی رضا پهلوی آفرین، چرا ما همیشه طرفدار اسرائیل بودیم و سپاه روسی اعلام کرده بودیم، حالا این اومده وسط میگه مرگ بر سپاه تو دو ماه، کلن سر میگن سر خراب کج کرده، کلن شخص جوز جده و حالا درود بر اسرائیل. پس شما اگه میخوام ببینیم که سه ماه دیگه چه خبری اتفاق میفته، بهترین گزینه که به رضا و به این تاپالای تخ و فخ و شخ و نخ و رخ و نخ نگاه کنه. به سادگی میفهم اینا چه برنامه‌ریزی کردن و ببینید که میخوان چیکار بکنن.